حمله تند و طوفانی همسر سابق گوگوش به او همه رو شوکه کرد. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. حمله تند و طوفانی همسر سابق خانم گوگوش به شاه ماهی موسیقی کشورمون بانو گوگوش و همسر فعلیش رها اعتمادی. آقای قربانی در افشاگری های جدیدشون از دست مردم ایران و همچنین طرفداران خانم گوگوش و همچنین خود خانم گوگوش به شدت عصبانی بودند. آقای قربانی در افشاگری هاشون آمدند و خطاب به طرفداران گوگوش گفتند تو رو خدا انقدر منو اذیت نکنید، زیر کامنت ها انقدر برام کامنت های چرت و پرت ننویسید، بابا انقدر نیاد بگید که محمود خان کم بر علیه گوگوش بد و بیرا بگو، کم اینطوری خود نمایی بکن، تو هنوز عاشق گوگوشی. بابا کی گفته من هنوز عاشق گوگوش هستم؟ من زندگی خودم رو دارم، گوگوش زندگی خودشو داره. اون زمانی که زن من بود من عاشقش بودم، اونم عاشق من بود. بهتره که خیلیاتون بدونید که گوگوش بود که اول عاشق من شد، نه من عاشق گوگوش، چون من نامزد داشتم و داشتیم با همدیگه ازدواج میکردیم، یعنی یک نامزد عقدی داشتم و چند وقت بعدش قرار بود که یک مراسم ازدواج بسیار باشکوهی هم بگیریم، اما این گوگوش بود که شوهر دزدی کرد، اومد منو از نامزدم جدا کرد. گوگوش بود که با مادرش همش میرفت شابدل عظیم دعا ما میگرفت و جادو جنبل به خورده من داد تا کاری کرد که من نامزدیم و با نامزد سابقم به هم بزنم و در واقع کاری کرد که مخ منو زد و گوگوش شد صاحب من. اون بود که جفت آمد توی زندگی من. حالا خانوم تو مصاحبه ها میاد از من بد و بیرا میگه و به من میگه قربانی اولین آخرین اشتباه زندگی من بود. بابا تو نگاه کن به گذشتت، ببین کی بودی و من چی کارت کردم. تو بودی که عاشق من شدی، تو بودی که شوهر دوز بودی. نگاه کن به کارنامه زندگیت، به جز من ببین شوهرهای چند نفر دیگر رو کشیدی بالا، شوهر دزدی کردی. خوب نیست من این حرفا رو بزنم، من محمود رو تو غیرت دارم، دوستت دارم، اما شاید عاشقت هم باشم، اما هدف ازدواج باهات ندارم. تو رو خدا طرف داروی گوگوش این حرفا رو به منم قربانی نزنید. من فقط فن گوگوشم چون اونو بزرگش کردم. گوگوش قبل از ازدواج با من میرفت تو این مهمونی، تو اون عروسی برنامه اجرا میکرد. هنرمند مشهور نبود، من بودم که اونو به هنرمندای دنیا معرفی کردم، من بودم که اونو به سفرهای خارج از کشور بردم، من بودم که اونو با کمپانی های بین‌المللی آشنا کردم. خودش هم تو مصاحبهش با هما سرشار گفته که قربانی یه کار خوبی که در حق من کرد این بود که برام یه منیجر فرانسوی گرفت که با هم قرارداد بستم با کمپانی آرسیه. بابا زشته تو رو خدا گوگوش، حداقل خودت که واقعیت ها رو میدونی انقدر از من و پسرت کم بد و بیرا بگو. والا ما تو رو بزرگت کردیم، الان خیلی ها دارن نون من و پسرت رو میخورن. من زحمت تو رو کشیدم که بشی مادر بچه من و در واقع ثروتت هم بشه واسه خودت و پسرت و نوهات، ولی ما رو گذاشتی کنار، بوسیدی کنار، یک قرونم خیرت به ما نرسید. الان این شوهر جدیدت رهای بیناموس که خودش حزب توده‌ایه همه کاری زندگیت شد و تا ته نشسته وسط زندگیت و مثل آفت داره مال و منال تو میکشه بالا و میخوره. بعد اون داره از زحمات گذشته ما استفاده میکنه، اون داره کیفشو میبره، اون داره هم با تو عشق بازی میکنه و هم حال میکنه، هم پولتو میخوره. اونه که نقشای قتل تو رو کشیده و صاحب همه زندگی تو میخواد بشه. والا من که برات نه نقشه کشیدم، نه پدر سوختگی بلد بودم، نه چشم هیز داشتم، نه چیز دیگه. این حقوق و کلک و دروغای تو دیگه واسه خیلی ها رو شده. میای پشت سر من میگی که نمیدونم من میخواستم خودزنی بکنم، واسه همین رفتم
موهامو کوتاه کردم، ناخونامو از ته میگرفتم. بابا گوگوش چرا دروغ میگی؟ همون موقع کمپانی آرسیه سر اینکه تو مدل بشی با تو قرارداد بست و کلی آرایشگر و هرکات فرستاد که موهاتو کوتاه کنن. سر همین چقدر پول گرفتی از کمپانی آرسیه؟ اصلا تو میدونستی اروپا چیه، آمریکا چیه؟ بعد از ازدواجمون برای ماه عسل تو رو بردم آمریکا، کشورهای مختلف دنیا رو تو رو گشتوندم تا مردم دنیا رو ببینی. اما این رهای بی‌ناموس چیکار کرد؟ از تو آویزون شده، از تو به عنوان یک نردبون استفاده کرد و از پس پدر سوخته بازی هایی که تو سوئد درآورده بود و داشتن بیرونش میکردن تو براش یه پل نجات بودی. اومد انگلیس و بعدش تونو بردی آمریکا و الانم شده همه من حریف و واس خود شبکه را انداخته بی حیثیت. اون پدر بی شرفتر از خودشم که داره زندگی لاکشری میکنه با امکانات تو. تو هم که شدی صندوقچه طلا برای این حزب توده‌ای ها که بتونن به اهداف و منافع کثیفشون برسن. حیف تو، حیف من، حیف اون زندگی که قدرشو ندونستی. گوگوش یادت باشه تو آدم قدر نشناسی هستی، هنرمند خیلی خوبی هستی، واقعا هنر تو خونته، اما خیلی بی‌معرفتی، خیلی بی‌مرامی، خیلی حقا رو در حق من ناحقی کردی، خیلی وقتا منو چزوندی، منم صدام در نیومده اما دیگه نمیتونم سکوت بکنم. هی پسرم بهم میگه بابا دیگه انقدر از مامان نگو، والا هی میخوام خفشم، نمیذاری من خونم به جوش میاد. تو عشق زندگی من بودی و هستی چون مادر بچمی، وگرنه بی‌معرفت تر از تو خودتی. تو آدمایی که بهت خیانت میکنن و بیشتر دوست داری تو آدمهایی که با تو صاف و صادقن. اصلا نمیدونم چرا مدل دنیا اینطوری شده که هر کی میاد در حق یکی دیگه خیانت میکنه اونو بیشتر تحویل میگیرن، هر کی که بیشتر دلسوزی میکنه بهش بیشتر بد و بیرا میگن و از اون به عنوان خائن یاد میکنن. بشکن این دست که نمک نداره. هی دنیا ما رو کجا نشوندی؟ اینم حرفایی از آقای قربانی بود. دوستان عزیز، نظر شما راجع به صحبت‌های آقای قربانی چیه؟ آیا شما هم با صحبت‌های ایشون در مورد خانم گوگوش موافق هستید؟ آیا به نظر شما هر کی که دلسوزتره توی دنیا بیشتر آسیب می‌بینه و هر کی که خائن‌تره در واقع جایگاه بهتری توی این دنیا داره به نظر شما؟ لطفا نظراتتون در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید، وارد کانالمون بشید، ویدیو رو ببینید، لایک کنید، کامنت بذارید و برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک و انگلیس و فرانسه و نروژ و سوئد و بسیاری از کشورهای دیگه و شهرهای مختلفشون لطفا شیر کنید. ممنون که با ما همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. تا یک ویدیو دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.